اما در بخش دیگه ای از برنامه فیلم بکارت به کارگردانی سعید خوزر رو بهتون معرفی میکنیم. اثر جنجالی درباره قتل‌های ناموسی و تبعیض علیه زنان. و میرسیم به گزارش سینمایی امشب. بکارت یا ویرجینیتی یکی از فیلم‌های جنجالیه که در سال‌های اخیر در خارج از ایران تولید شده. این فیلم به موضوع قتل‌های ناموسی و تبعیض علیه زنان می‌پردازه و در چارچوب داستانی دراماتیک زندگی چند زنی رو که قربانی چنین خشونت‌هایی شدن به تصویر کشیده. این فیلم ساخته سعید خوزه، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده ایرانی ساکن لس‌آنجلس و در اون گروهی از بازیگرای ایرانی و بین‌المللی به ایفای نقش پرداختن. بکارت بعد از موفقیت در جشنواره‌های مختلف سینمایی هفته گذشته در جشنواره فیلم ولی در لس‌آنجلس اکران شد. همکارم آرش راد گزارش میده. فیلم سینمایی بکارت به نویسندگی و کارگردانی سعید خوزه، کارگردان ایرانی، در 13مین جشنواره فیلم ولی در لس‌آنجلس به نمایش درآمد. این فیلم داستان دختری از یک خانواده مذهبی مسلمان است که قربانی قتل‌های ناموسی می‌شود. سعید خوزه در این فیلم با استفاده از 3 هنرپیشه از 3 فرهنگ و زبان مختلف به عمومیت این مسئله در سراسر دنیا اشاره می‌کند. از این به بعد دیگه همه چیز فرق می‌کنه. باید واسه همه چیز از من اجازه بگیرید. مگه من آدم نیستم؟ مگه من واسه خودم نمی‌تونم تصمیم بگیرم و انتخاب کنم؟ فکر ساختن این فیلم زمانی به ذهن من اومد که من دانشجو بودم و داشتم درس پزشکی میخوندم و اون موقع بیشتر از لحاظ علمی با این موضوع آشنا شدم و شروع کردم به تحقیق کردن در مورد کسایی که قربانیان کلمه‌ای به نام آنر کلینگ یا همون قتل‌های ناموسی بودن و متوجه شدم که شرایطی که این آدم ها کشته میشن و به قتل میرسن بسیار دردناک و اسفباره و مخصوصا توی سری از کشورهای مثل عراق، عربستان سعودی، حتی دیدم توی کشورهای اروپایی خیلی اتفاق میفته، مثل کشورهای مثل سوئد، آلمان. سعید خوزه متولد ایران و پزشک است. او کار نمایش را با تئاترهای مدرسه آغاز کرد و مدتی به عنوان خبرنگار مستقل نیز با مجله سروش صدا و سیما همکاری کرد. خوزه در ساخت برنامه‌های متعدد با تلویزیون ایران و رادیو پیام همکاری کرده و چندین فیلم کوتاه و بلند با تمرکز بر روی موضوعات حقوق بشری، مسائل اجتماعی و موضوعات بحث برانگیز در سراسر دنیا ساخته است. بکارت سومین فیلم بلند او به حساب می آید که تاکنون در بیش از 30 جشنواره بین‌المللی شرکت کرده و بیش از 20 جایزه در رشته‌های مختلف فیلم دریافت کرده است. این فیلم به دلیل نوع ساختار، موضوع و صحنه‌های خشن جنسی یکی از فیلم‌های بحث برانگیز سینمای ایران به حساب می آید و نظرات موافق و مخالف متعددی را پیش از اکران عمومی نیز به همراه داشته است. ما نمی‌خواستیم به یک کشور خاص فیلم رو ربط بدیم، به خاطر اینکه خیلی سخته که در مورد موضوعاتی که خیلی حساس هست و مردم خیلی روش متعصب هستن صحبت کردن. باید سعی کنی تا حدی که میتونی سعی کنی به هیچ جایی نچسبی، به هیچ کشوری نزدیک نباشی، به یک ملت خاصی رو مورد هدف قرار ندی. 3 هنرپیشه با 3 زبان مختلف از 3 کشور مختلف با 3 موضوع مختلف آوردم توی فیلم. بیشتر هدفم این بودش که بگم که این مشکل توی تمام دنیا وجود داره، منتها تو هر کشور یک شکل خاصی داره این مشکل. اعتقاد دارم که اگر ما نشون بدیم این بدی‌ها رو، میتونیم جلوشو بگیریم و میتونیم سرلوحه تمام مردم دنیا بشیم به عنوان یک کشوری که همه چیش خوبه، همه چیش درسته. با دستای خودم خفت میکنم، هم تو رو، همین مادر بیشعور تو. هنوز نرفته، دلم برای تنگ شده. دلم به عشق تو توی خود زنده بوده. This script and character were really special to me. They meant a lot. جسیکا هنریکسون نقش جازمین، یک دختر فرانسوی، در فیلم را بازی می‌کند. او می‌گوید داستان فیلم و شخصیت این دختر برام خیلی مهم بود. من به عنوان یک بازیگر نه تنها می‌خوام که در فیلم دیده بشم و بازیم رو ارائه بدم، بلکه دوست دارم نقشی رو بازی کنم که احساس می‌کنم پیامی داره که باید شنیده بشه. امیدوارم این نقش این کار رو کرده باشه. شاید بتونیم کاری بکنیم و تغییری ایجاد کنیم. I think just to bring awareness to what was going on. ادوین آوانس به عنوان تهیه کننده مستقل تاکنون چندین فیلم کوتاه و بلند را تهیه کرده و بکارت اولین همکاری او با سعید خوزه به حساب میاد.
این دو فیلم مشترک دیگری را با نام خارجی های لعنتی اخیراً به پایان رساندند که مراحل آماده سازیش را طی می کند. It was about human rights issue, human trafficking. ادوین میگوید ما قصد داشتیم فیلمی درباره مسائل حقوق بشری، مشکلات خرید و فروش انسان و قتل‌های ناموسی بسازیم. به عنوان تهیه کننده مستقل، تهیه پول برای این گونه فیلم‌ها کار سختیه و همه اعضای گروه به نوعی فداکاری کردند که این فیلم به این مرحله برسه. امیدوارم تماشاچی که فیلم رو می‌بینه تحت تأثیر قرار بگیره، کاری در این زمینه بکنه و به دیگران هم آگاهی بده. And hopefully do something about it. زمانی من میتونم به یک ایران به عنوان یک ایرانی توی خارج از کشور سربلند باشم، سرم و جلوی بقیه مردم بلند کنم، نه فقط با این که من مدرک دکترا داشته باشم یا من 5 تا لیسانس داشته باشم، این تنها چیز تنها راهی نیست که من میتونم به ایرانی بودنم افتخار کنم. ایرانی بودن من زمانی میتونم افتخار کنم که کشورم، سیاست کشورم، مردم کشورم به صلح، دوستی، به مهربونی توی دنیاست زبان زده همه باشه. تا زمانی که ما خیلی متعصب نسبت به مسئله برخورد کنیم و هر چیزی که بد بود و هر چیزی که دوست نداشتیم و نفی کنیم، تا اون موقع هیچ وقت هیچ چیزی درست نمیشه. این فیلم قرار است که از اوایل سال آینده میلادی در سینماهای آمریکا به نمایش عمومی در بیاید. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.